سرخط خبرها، تلاش جنگجویان طالبان برای ربودن یک دختر جوان در پروان ناکام ماند. سازمان ملل، در 2 سال گذشته دست کم 30 کارمند بشردوستانه در افغانستان کشته شد. مذاکرات مخوف و پنهانی جریان دارد. مشروع خبرها، منابع ملی در پروان میگویند که 3 تن از جنگجویان طالبان که قصد ربودن یک دختر جوان را در این ولایت داشتند با واکنش تند باشندگان محل مواجه شدند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این جنگجویان طالبان حوالی ساعت 9 3 شنبه شب بر منزل یکی از باشندگان روستای دو آبدره کلاکلامی از مربوطات ولسوالی سالنگ یورش بردند. با گفته منابع، جنگجویان طالبان می‌خواستند دختر جوان این خانواده را از ساحه فرار دهند، اما مردم محل با سنگ و چوب مانع حرکت رنجر آنان شدند و این دختر را نجات دادند. منابع اضافه می‌کنند که پس از این رویداد فرمانده کندک نظامی طالبان در ولسوالی سالنگ به ساحه آمد و میان اعضای این گروه و باشندگان محل میانجیگری کرد. هرچند 3 تن از جنگجویان طالبان از سوی فرمانده کندک این گروه بازداشت شدند، اما منابع ملی میگویند که احتمال می‌رود که این افراد دوباره آزاد شده باشند. با این حال باشندگان ولسوالی سالنگ خواستار مجازات افراد متهم به این رویداد هستند. گفتنی است که طالبان از زمان حاکمیتشان به این سو بارها متهم به تجاوز و تلاش برای فراری دادن اجباری دختران جوان در بخش‌های مختلف کشور شدند. پیش از این قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان متهم به شکنجه، تجاوز جنسی و نکاح اجباری یک دختر جوان به نام الهه دلاورزه شده بود. سازمان ملل، در 2 سال گذشته دست کم 30 کارمند بشردوستانه در افغانستان کشته شدند. دانیال اندرس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، از کشته شدن دست کم 30 کارمند بشردوستانه این سازمان در 2 سال گذشته در افغانستان خبر داد. اندرس این اظهارات را روز شنبه در یک پیام ویدئویی به مناسبت روز جهانی بشردوستی مطرح کرده است. به گفته وی، بیشتر کارمندانی که در 2 سال اخیر کشته شدند واکسیناتورهای پولیو و خونساکنندگان ماین بودند. اندرس تصدیق کرد در برابر کارمندان بشردوستانه که در حین انجام وظیفه کشته شدند، مجروح شدند، بازداشت شدند و هنوز در اسارتند، برای ادای احترام سکوت میکنیم. این مقام سازمان ملل تاکید کرده است که کارمندان بشردوستانه حین انجام وظیفه با خطرات مستمر مواجهند و این پذیرفتنی نیست. او افغانستان را محیط چالش برانگیز برای کارمندان این سازمان عنوان کرده و خطرات در برابر آنان را غیر قابل قبول خوانده است. رسانه افغانستان انترنشنل گزارش می‌دهد. نشست چند روزه‌ای بین نمایندگان طالبان و شمار از فعالان سیاسی افغان در جاکارتا، پایتخت اندونزیا، در حال برگزاری است. به گفته منابع، 4 روز گفتگوها در پشت درهای بسته جریان دارد. تاجدین سروش، گفتگوی پنهانی و شب استخباراتی این بار در اندونزی جریان دارد. در این گفتگو فاطمه گیلانی، عزیز بارز، عمر سمد، کاون، اصیلا وردک، فیزلان، احسان زیا، عبدالقیوم سجادی، جعفر مهدوی و وایس برمک حضور دارند. آنها دور از دسترس رسانه ها و مردم با طالبان گفتگو می کنند. صدور فتوای کشتار و تجدید قتل های هدفمند. همزمان با تاکید طالبان بر امنیت سراسری، درگیری‌ها در کشور افزایش یافته است. بر اساس ارقامی که از سوی طرف‌های درگیر در جریان روزهای اخیر منتشر شده، ده‌ها تن در پی درگیری اعضای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی با افراد طالبان کشته شدند. این در حالی است که طالبان افزون بر کشتن برخی اعضای جبهه مقاومت ملی در بدخشان، شمار از آنان را پس از اسارت به گونه‌ای دست‌بسته تیرباران کردند. گفتنی است که در کنار درگیری‌ها، شمار قتل‌های هدفمند از سوی طالبان نیز جریان هفته‌های اخیر را به افزایش است. بر اساس آمارها، تاکنون 10 تن از نظامیان هدفمند از سوی طالبان نیز در جریان هفته‌های اخیر کشته شدند. آمارهای منتشر شده در جریان روزهای اخیر نشان می‌دهد که درگیری میان طالبان و جبهات نظامی مخالف این گروه افزایش یافته. جبهه مقاومت ملی به تازگی با نشر بیانیه ادعا کرده که در پی نبردهای 12 روز گذشته میان نیروهای این جبهه و طالبان در بدخشان 18 جنگجوی طالب کشته و 27 تن دیگر آنان زخمی شده است. همچنان بر اساس اعلامیه‌های متعدد جبهه آزادی، در کمتر از 1 ماه گذشته بیش از 20 جنگجوی طالب کشته و 10 طالب دیگر زخمی شدند.
در همین حال منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان هفته گذشته 3 تن از اعضای جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان دست به سر تیرباران کردند. به گفته منابع، اعضای طالبان در این ولسوالی قمندان طاهر، شکرالله احمدی و نعیم از فرماندهان این جبهه را پس از اسارت تیرباران کردند. تصاویری که از اجساد این افراد منتشر شده نشان می‌دهد که طالبان از آن اجساد ویدیو می‌گیرند. منابع می‌گویند که طالبان اجازه برگزاری نماز جنازه و مراسم خاکسپاری را به اعضای خانواده‌های این جانباختگان ندادند. افزون بر این، 3 تن از اعضای دیگر جبهه مقاومت ملی به گونه‌های متفاوت از سوی طالبان در ولایت بدخشان کشته شدند. به گفته یک منبع آگاه، یک عضو طالبان که به گونه نفوذی در میان اعضای جبهه مقاومت ملی را یافته بود، با یکی از افراد این جبهه برای خرید نان رفته بود و در مسیر را او را کشت. همچنان روز گذشته یکی از سرگروه های جبهه مقاومت ملی به نام وحیدالله در ولسوالی شهدا و 4 تن دیگر در ولسوالی بهارک بدخشان به طالبان تسلیم شدند. منابع میگویند که در حال حاضر حدود 800 جنگجوی طالب در ولسوالی شهدا و منطقه شیوه برای سرکوب اعضای جبهه مقاومت ملی جابجا شدند. پیش از درگیری‌ها در بدخشان، اعضای رهبری طالبان در این ولایت با حضور فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش این گروه و مولوی امان‌الدین از قمندان‌های مشهورشان نشست داشته و تصمیم گرفتند که اعضای جبهه مقاومت ملی کشته شوند. به گفته منابع، دستور قتل اعضای جبهه مقاومت ملی در بدخشان از سوی مفتی عبدالمؤمن حازم رئیس شورای علمای این گروه صادر شده است. حازم در دولت پیشین امام مسجد زردیوها در بهارک بود. یک منبع گفت مفتی حازم به جنگجویان این گروه در بدخشان فتوا داد که مقاومتی ها را بکشند و کس حق نماز جنازه شان را ندارند. همزمان با درگیری های مسلحانه در هفته های گذشته، ترورهای غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پیشین در کشور نیز افزایش یافته است. در جریان هفته های گذشته بیش از 20 مورد ترور افراد که اکثریت آنان نظامیان پیشین و کارمندان حکومت قبلی بودند گزارش شده است. جنگجویان طالبان حتی افراد را به قتل رساندند که با دعوت این گروه به کشور برگشته بودند. طالبان در جریان روزهای گذشته 2 جوان را که 2 طالب را در ولایت بدخشان پس از درگیری تن به تن خل صلا کرده بودند تیرباران کردند. افراد تیرباران شده جواد حسین و رولا نام داشتند و باشندگان ساحه دره جوی قریه مونیخروی ولسوالی نصیب بودند. طالبان جواد حسین را در مقابل چشمان روستایی هایش تیرباران کردند و سپس جسدش را برنجر بستند و نمایش دادند. این گروه ادعا کرده بود که این 2 تن اعضای جبهه مقاومت ملی بودند، اما این جبهه در این مورد چیزی نگفته است. طالبان بعد تداوم قتل‌های هدفمند و سیستماتیک نظامیان پیشین، هفته گذشته فیض‌الله تخان‌آبادی یک فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی چاهاب ولایت تخار را در خانه‌اش تیرباران کردند. منابع میگویند که تخان‌آبادی پس از تسلط طالبان با هیچ گروه ارتباط نداشت و مصروف زندگی عادی بود.